سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. شان امسی رپسرای را بس میکند و به سفر حج میرود. در ازبکستان شماره وزارت و اداره ها و منصبداران را کم میکنند. 12 سال حکم ساکن سالخورده قبادیان برای جلب شهروندان به صف دایش. مرگ طفل یک ساله مهاجران تاجیک در ولایت لنینگراد. در روسیه نکوه باز یک مرد تاجیک را با زن روسش قلبکی برآوردند. اخراج 6 مهاجر تاجیک از نیژنی نوفگراد و چند تاجیک دیگر از تولا. و اکنون تفصیلات خبرها. رپسرای مشهور تاجیک چون امسی یا شعباز شریفوف آوازخانه را باز کرده است و حالا حزم دارد که برای انجام حج عمره به مکه و مدینه سفر کند. در این باره روز 19 دکبر سال 2022 مسئول کانال صلاح حجامه با نشر یک ویدیو در یوتیوب خبر داد. او گفت که طبق وعده تمام خراجات سفر شان امسی به خانه خدا را به عهده خود میگیرد. او گفت امین طور خراجات سفر حج هر آوازخان دیگر تاجیک را که ترک این پیشه میکند و رو به خدا میورد به عهده خود میگیرد. مسئول کانال صلاح حجامه در ادامه این ویدیو پاره از مکاتبات با شان امسی را هم نشر کرده است که رپسرا در آغاز این صحبت میگوید حضرت تمام، همین حالا در افیر با مخلصانم مسئلیت کردیم، کنسرت بیکار کرده شد، رپ بیکار کرده شد، چپته سفر مرا تیار کن حضرت. مسئول کانال صلاح حجامه در پاسخ از شان امسی خواهش میکند که شناسنامه شو بفرستد. او میگوید این کار را به خاطر رضای الله کرده استودم و شاید تصمیم خودت سبب شود و آوازخانه دیگر نیز آوازخانه را بس کنند و رو به خدا بیارند. شان امسی 8 ینور سال 1991 در نویه سوید به دنیا آمده. سال 1993 وقتی که او همگی 2 سال داشت، آیله آنها به دوشنبه کوچید و او در پایتخت به وای رسید. شان امسی یکی از نمایندگان برجسته نسل نو رپ تاجیک است که در موضوعهای داغ جامعه از جمله در مسئله های سیاسی نیز ترانه می سرود، ولی بعد حبس و حکم طولانی زندان ژورنالیستان چون دلیر امومعلی که شان امسی در باره او یک ترانه علایده نوشته بود، از ادامه آوازخوانی دل مانده شده بود. برخی ترانه های شان امسی در یوتیوب از 2 تا 3 میلیون تماشابین جمع آوردند. موردهای های به دلیل های مذهبی از صحنه کنار رفتن ستاره های تاجیک در گذشته هم اتفاق افتاده است که حسب برجستش البته نمونه ملکه سعید است که بعد زیارت مکه و مدینه آوازخوانی را بس کرده حجاب پوش شد و به تجارت گذشته در فروشگاه سعادت در محله 82 یک مغازه لباس های دینی را میچرخاند. همین طور حاتم رفشن و برادرزاده او مهربان رفشن نیز بعد انجام سفر حج ترک صحنه کردند. حاتم رفشن حالا گاه گاه در محفل های خاص ترانه های عارفانه میخواند. مهربان رفشن که بعداً به مشکلات مالیوی دچار شد، کوشش کرد که باز به صحنه برگردد، ولی شهرت پیشینش را برقرار کردن نتوانست. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روز 20 دکبر سال 2022 در پیام سالانه‌اش به هر دو پالاته پارلمان گفت در این کشور اصلاحات ساختاری حکومت برای انداخته شده، شماره وزارت و اداره های دولتی بیش از 2 مرتبه و شماره منصبداران تا 30% کم کرده خواهد شد. من به فرمان اصلاحات ساختاری امضا کردم. شماره وزارت و اداره ها از 61 تا به 28 عدد پای برده شده. شماره منصبداران دولتی نیز دوره به دوره 25-30% کم کرده می شود. اظهار داشت میرزیویف. او افزود صلاحیت های بین وزارت و اداره های دولتی طوری تقسیم کرده می شوند که کار یک اداره را تکرار نکند. میرزیویف گفت در جریان این اصلاحات دعوتن از وزیران منصب های خود را از دست می دهند. تنها آنهایی در منصب می مانند که سوهای خود را خوب می دانند، صادقانه کار می کنند و از پشتیبانی خلق برخوردارند، تاکید کرد پرزیدنت ازبکستان. او همچنین گفت در جریان اصلاحات به سروزیر صلاحیت بیشتر داده می شود و وزیران از این به بعد می توانند بسیاری از مسائل را مستقیما با سروزیر حل و فصل کنند. شفقت میرزایف که امسال به سن 65 رسید، سال 2016 در پی درگذشت پرزیدنت یکم ازبکستان اسلام کریموف برابری این کشور اسم پرعالی آسیای مرکزی آمد. کریموف در طول 27 سال با یک سیاست شدیدترین بر ازبکستان رهبری کرد و یکی از دیکتاتورهای بیرمترین جوان معاصر شناخته می شد. ولی میرزایف که به جای او آمد
از ادامه اون سیاست سرکوبگرانه دست کشید و برعکس روی اصلاحات فراگیر رو پیش گرفت، مناسبت های در دوران کریم و ویران شده رو با هم همسایه ها از نو خوب کرده، مرزهای ازبکستان رو کشد و بسیاری از مبوسان رو که برای عقیده های دینی، سیاسی و یا برای حمایت از حقوق انسان زندانی شده بودند آزاد کرد. دادگاه ولایت ختلان ساکن 60 ساله نوره قبادیان سفر کریموف را با جرم برای رفتن به سوریه و عراق و پیوستن به صف سازمان تروریستی داعش دعوت کردن شهروندان دیگر به 12 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دادگاه حکم کریموف را همان روز 4 نوامبر صادر کرده است. برای مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 20 دکمبر سال 2022 بعد قوای قانونی گرفتن حکمش برخی تفصیلات پرونده این ساکن سالخورده نوره قبادیان را نشر کرد. خود سفر کریم و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه دادستانی کریموف سفر سال تولدش 1962 ساکن نوره قبادیان ولایت ختلان دوام سالهای 2004-2016 منتظم با مقصد مهاجرت مهنتی به شهر مسکو پایتخت روسیه رفته، در روسیه با عقیده و غایه های افراطی سازمان تروریستی دولت اسلامی عراق و شام یا داعش که از 15 اپریل سال 2015 با حالنامه دادگاه عالی تاجیکستان در این کشور تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعتراف شده فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است، شناخته شده، آنها را برای خود درست شمریده پذیرفته است و در شعور و ارادهش جای کرده است. من بعد کریموف جدی زیاد کردن اعضای داعش و جلب شهروندان به آن با تشویق و ترغیب عقیده های تشکیلات تروریستی مذکور مشغول شده، در حدود شهر مسکو در نتیجه تشویقات و دعوت های منتظم شهروندان حسنوف غ و برادرش حسنوف ا عقیده و غایه های افراطی داعشی را قبول کردند. به این دلیل برای صادر کردن جنایت خصوصیت تروریستی اکستریمیستی داشته نسبت به سفر کریموف بر اساس ماده 401 الوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، از 3 فوریه سال 2017 او زیر جستجوی بین المللی قرار داده بود. سفر کریموف در نهایت ماه آگوست سال 2017 در حدود ولایت سمال روسیه دستگیر گردیده، ولی از ماه آگوست تا ماه نوامبر سال 2017 در بازداشتگاه رقم 1 سمارا بازم به تشویق و ترغیب عقیده های افراطی داعشی ادامه داده، شهروندان روسیه الخیپوف، الپاتوف، پیتروف و کوزمیچ را برای شامل شدن به صف این سازمان تروریستی و سفر به سوریه و عراق دعوت نموده است. ظاهراً به همین دلیل سفر کریموف را ابتدا در روسیه به دادگاه کشانده، تنها بعد ادای حکم زندانش به تاجیکستان فرستادند. ماده 401 الوه 1 همچون جزا برای جلب شهروندان برای اشتراک در واید مسلح، زدخورد مسلحانه یا عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند. به حساب مقامات تاجیکستان در سالهای آخر بیش از 2000 نفر از ساکنان این کشور به دام مبالغان به نام جهاد افتاده به کشورهای جنگ زده چون سوریه و عراق و افغانستان رفته به صف سازمان های افراطی و تروریستی اساسا به داعش پیوستند. بنا به حساب ها در سوریه و عراق بیش از 400 تن از زندگان تاجیکستان که در صف داعش می جنگیدند کشته شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. خدمات پرستاف های ولایت نیژنی نوگورد روسیه روز 20 دکمبر سال 2022 خبر داد که اخیراً از این ولایت 10 مهاجر غیر قانونی از جمله 6 شهروند تاجیکستان، 2 شهروند آذربایجان و 2 شهروند ارمنستان را اجباراً اخراج کردند. این 10 نفر و پرستاف ها به فرودگاه های مسکو آورده به هواپیماهای رویی کشورهای زادگاهشان سوار کردند. همه اونها برای 5 سال آینده از حق عبور مرزهای روسیه محروم کرده شدند. خدمات مطبوعات اداره پرستاف های ولایت نیژنی نوگورد در شرح این پرونده گفت اخراج اجباری این شهروندان خارجی بر اساس قرار دادگاه صورت گرفت. همه اونها بر اساس ماده 18 کودکس قانون شکنوهای ماموری روسیه به ویران کردن ترتیبات ورود به روسیه و قاعده های بود و باش در این کشور گناهگار شناخته شدند. تا روز اخراجشان این مهاجران را در بازداشتگاه های خارجیان رو به اخراج نگاه می داشتند. همزمان روز 20 دکمبر اداره پرستاف های ولایت طول خبر داد که در یک ماه آخر از این ولایت 25 مهاجر غیر قانونی
و از اول سال 295 خارجی رو اخراج کردند که در بین اونو شهروندان مالدوا، ویتنام، نیجریه، شریلانکا، قرغزستان، آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان هستند. مهاجران غیر قانونی رو از ولایت تولا نیز تا فرودگاه مسکو آورده به کشورهای زادگاهشان فرستادند. ماه نویبر پرستاوهای ولایت کالوگا از اخراج 14 شهروند ازبکستان و 10 مهاجر تاجیک خبر داده بودند. چند سال پیش شماره شهروندان تاجیکی که بر روی خط سیاه روسیه افتاده به سبب زپرید به آن کشور سفر کردن نمیتوانستند از 300 هزار نفر گذشته بود. سالهای آخر موج اخراج ها از روسیه ظاهرا کمتر شد، ولی عفو یک باره 120 هزار مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال 2021 نشان داد که شماره افراد تحت زپرید همچنان خیلی زیاد بوده است. روز 19 دکمبر سال 2022 در نویای ولاخ و ولایت لنینگراد روسیه یک طفل مهاجران تاجیک وفات کرده است. بنا به گزارش نشریه های محلی شام دوشنبه 19 دکمبر به پلیس از جوری تاجری خبر دادند که در بنای رقم 43 در خیابان ولاخ و شهر ولاخ جسد یک کودک سال تولدش 2021 به علامت های مرگ مجبوری یافت شده است. پدر و مادر کودک گفتند که صبح 19 دکمبر اول پسر آنها ناگهان بد شد، قی میکرد و شکمش میرفت. بگوی آنها بلوری تاجری زنگ زدند، ولی طفل معصوم هنوز تا آمدن طبیبان جان داده است. جنازه کودک را برای تشخیص سبب های مرگش به مرگ بردند. مقام ها شیشه شیری او را نیز برای تشخیص گرفتند. تفتیش سبب های مرگ کودک ادامه دارد. گفته می شود پدر و مادر این طفل هر دو از تاجیکستان بوده در یگان جا کار نمی کردند. در دو هفته آخر از روسیه الکی درباره مرگ دست کم 6 طفل مهاجران تاجیک خبرها به دست رسیدند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده های خود به خارج و اساسا به روسیه به مهاجرت کاری می روند. بسیاری آنها با اهل خانواده های خود به روسیه می روند. هر سال در روسیه به دلیل های مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک از جمله 10 طفل تاجیک می میرند. فلاکت ها در جای کار و جای زیست از جمله سوختارا و بیماری ها از علت های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. دادگاه نویای اوسای کشور پرم روسیه عقد نکاح یک زن محلی 32 ساله با شهروند 26 ساله تاجیکستان را که در اول سال 2021 ازدواج کرده بودند قلبکی برآورده بیکار کرده است. در این باره روز 22 دکمبر سال 2022 دادستانی کشور پرم خبر داد. خود این زن و شوهر برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه دادستانی که دادگاه اوسا هم از آن پشتیبانی کرده است، این زن و شوهر با یکدیگر عملا زندگی نمی کردند و خواجگی مشترک نداشتند. دادستانی ادعا دارد که زن برای عقد نکاح از این مرد تاجیک پول گرفته است و تنها هدف از این عقد نکاح فرام آوردن شرایط برای بود و باش مرد تاجیک در روسیه بود. به این دلیل دادستانی از دادگاه خواسته است که عقد نکاح این مرد تاجیک را بیکار کند. دادگاه این درخواست را پذیرفت. حکم دادگاه الکی به اجرا در آمده است. این نخستین موردی به عقد نکاح قلبکی اردار شدن زادگان تاجیکستان در روسیه نیست. مهاجران زیادی در روسیه به خاطر بارهای آسانتر به دست آوردن عقد اقامت و در آینده به دست آوردن شهروندی روسیه از نکاح با ساکنان روسیه از جمله از نکاح‌های قلبکی استفاده می‌برند. در این اواخر دادگاه‌های روسیه ده‌ها نکاح شهروندان روسیه با مهاجران خارجی را قلبکی دانسته بیکار کردند. تنها در سال 2021 بیش از 103 هزار نفر از زادگان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده. در نیمه اول سال 2022 باز 74 هزار نفر دیگر از تاجیکستان شهروندی خود را به روسیه عوض کردند. در عموم از اول عصر 21 الکی تقریبا 1 میلیون نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. هزاران نفر اونا از طریق ازدواج با ساکنان روسیه توانستند صاحب شهروندی این کشور شوند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نخوش روز. هنگام گذراندن چوربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 58 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نام برده دم اکتبر سال 2020 بروی فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن پایتخت در آمده از او افتماشین برکش تمغه شرمند را به مولت 3 سال اجاره گرفته بود. به مبلغ 40 هزار دلار امریکایی فروخته، مبلغ های بدست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که
شخص نامعلوم برای پنهانی از دکان تیستایور 3000 سامانی رو دوز دیده از جای اودیسه غیب زده است. در نتیجه گزاراندن چوربینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 16 ساله ساکن شهر مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد، از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوعه اسمالی سامونی با عریضه زن 53 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2022 زن 26 ساله ساکن پایتخت هنگام کار و فعالیت نمودنش باعث پیشخدمت در منزل استقامتیش برای پنهانی از داخل جیوانش 17000 دلار آمریکایی رو دزد دیده از جای حادثه غایب شده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. 17 دکمبر سال 2022 تخمینا ساعت 21:30 دقیقه راننده افتماشین تمغه واز 2199 با بوکالونوف نجم الدین خیردینوش سال تولدش 1983 ساکن شهر ایسور هنگام حرکت در دهه گچک شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به دریای خونکا چپه شده است. در نتیجه خود راننده بوکالونوف و مسافرش خالو فیضالدین سال تولدش 1982 ساکن شهر مذکور جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 18 دکمبر سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 دقیقه راننده افتماشین تمغه اوپل زفیرا سوات اف جمشید سال تولدش 1994 ساکن شهر پنجکن هنگام حرکت در شورای عینی پنجکن واقع در حدود جماعت دیوت سرز از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به افتماشین تمغه خفه تحت اداره مرادوف بازاربای سال تولدش 1978 ساکن شهر مذکور برخورده است. در نتیجه راننده افتماشین تمغه خفه مرادوف جراحات وزنی جسمانی برداشته هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه در رو به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com خوش باشید.